سلام دوستان، توی این ویدیو در مورد شیدینگ لب و اینکه چطور بتونیم در واقع آوتلاین یا همون کانتور رو انجام بدیم توضیح میدم. همونطور که میبینید در واقع پوزیشن دست من از یک طرف در واقع پوست کشیده میشه و در واقع سوزن به صورت 90 درجه روی پوست قرار میگیره. هر نقطه‌ای رو که دارید کار می‌کنی در واقع با دستتون باید اون نقطه رو حالت نگه داشتن، نه اینکه خیلی پوست رو استرچ کنین، ولی به شکلی نگه دارین پوست رو که در واقع سوزن به صورت 90 درجه روی پوست قرار بگیره و فشار دستتون باید خیلی سطحی باشه به این شکل که می‌بینید. فقط در واقع یه لاین خیلی نازک و ظریف باید انجام بشه. بعد از اینکه قسمت بالایی لب رو خطش رو زدیم، میریم قسمت پایین از گوشه سمت راست شروع میکنیم و همینطور در واقع ادامهش میدیم تا اینکه برسیم به در واقع قسمت کورنر در واقع مقابلش. و همونطور که میبینید با هر در واقع قسمتی که داره روش کار انجام میشه پوزیشن دست روی پوست عوض میشه. و حالا میریم سر شیدینگ. شیدینگ رو میتونین دوباره از گوشه سمت راست که شروع کردیم، ببخشید سمت چپ شروع کنین. در واقع شیدینگ رو به صورت رفت و برگشتی و در زاویه 90 درجه انجامش بدیم. سرعت دستگاه رو میتونین روی در واقع متوسط به پایین بذارید. اگر که دستگاهتون به عنوان مثال بین 50 تا 220 هستش، در واقع سرعتش رو میتونید تنظیم کنین روی 60 یا 70 یا همینطور 80. البته برای قسمت آوتلاین باید سرعت رو بالاتر بذارین. و همینطور برای انجام شیدینگ، همونطور که میبینید در واقع پوزیشن دستم همون 90 درجه هستش. سعی کنید وقتی استروک ها رو در واقع شید ها رو دارید میزنین، قسمت در واقع اون سکشنی رو که دارین روش کار میکنین کاملا پر کنین و بعد در واقع اوورلپش بکنین، برین سر قسمت بعدی، که اینجوری باعث نمیشه که قسمتی در واقع میس بشه و رنگ نگیره. و بعد شروع میکنیم قسمت پایینی لب رو انجام میدیم. همونطور که میبینید انگشت کوچیکم در واقع قسمت زیر لب به صورت پایه برای دستم قرار گرفته و همینطور این حرکت باعث میشه که شما کنترل بیشتری روی دستگاهتون و در واقع زاویه دستتون داشته باشین. بعد از اینکه در واقع پس اول رو زدین، میتونید پاک کنین در واقع رنگ رو و اگر که احتیاج باشه میتونین در واقع سکندری نام یا همون بیهستی ثانویه رو بزنین به مدت 1 دقیقه که بمونه اثر میکنه و بعد شروع میکنی در واقع شیدینگ رو ادامه دادن. اگر که براتون سخت هستش که قسمت آوتلاین رو در واقع لاینش رو پیدا کنیم، به این دلیل که بعد از پس اول میتونه خیلی نامحسوس باشه و در واقع ما نمیخوایم توی این تکنیک خط لبمون یا همون کانتور خیلی خیلی واضح باشه. به خاطر همین اگر که براتون سخت هستش که این کار رو انجام بدین، میتونین طراحیتون رو دوباره انجام بدین، یعنی با حالا در واقع با مداد یا همون پیستی که داشتین طراحیتون رو انجام میدادید با همون لاین رو مشخص بکنین که باعث نشه شما در واقع بیشتر از اون
آوتلاینتون شید بزنید. و همینطور شیدینگ قسمت‌های داخلی لب هم پر میشه، همونطور که می‌بینید اینجا از آوتلاین شروع میشه شیدینگ و ادامه پیدا میکنه به سمت داخل لب و دوباره تکرار میشه، برمیگرده پایین روی همون نقطه. و برای نقطه بعدی، سکشن بعدی، در واقع دستتون رو میارین به اون سمتی که دارین روش کار میکنین، نزدیکش نگه میدارین. همونطور که میبینید من کل در واقع پوست لب رو استرچ نکردم، فقط اون قسمتی رو که دارم کار میکنم در واقع نگه داشتم با دوتا انگشت که فقط همون قسمت در واقع استرچ شده باشه. قسمت های در واقع کورنر لب خیلی به سختی رنگ میگیره، میتونید برای اینکه بهتر رنگ بگیره حرکت دستتون در واقع زاویتون که 90 هستش میتونه یه ذره مایل باشه به سمت 70، ولی تعداد دفعات پسی که روی کورنر رو کار بکنید میتونه بیشتر باشه برای اینکه کاشت رنگ رو بیشتر کنه. و در نهایت وقتی که رنگ رو پاک میکنید، احتمال این داره بعد از 4 تا یا 5 تا پس رنگ در واقع کاشت شده باشه و یه مقدار متورم شدنش هم کاملا طبیعیه و از سوزنی که در واقع انتخاب کردیم میتونید متوجه بشین که میتونسته ورم بیشتری داشته باشه یا کمتری داشته باشه. اینا همشون در واقع میتونه تاثیر بذاره توی اینکه حالا در واقع لب ورم کنه یا اینکه نه.